بیماری فوبیا از دیدگاهی جدید. تعریف فوبیا. در علم روانشناسی به طور ساده فوبیا به انواع ترس و هراس‌های نامتعارفی اطلاق می‌شود که دلیل منطقی برای آنها متصور نیست. برخی از انواع ترس‌های منطقی عبارتند از ترس از تاریکی، ارتفاع، زد و خورد، فقر، مورد تحقیر قرار گرفتن و مانند آن که اگر به شکل حاد بروز نکنند حالت اپیدمیک داشته اکثراً بدان گرفتار هستند. اما از دیدگاه علم روانشناسی برخی از ترس‌ها مانند هراس بیش از حد از پرواز با هواپیما و یا سخنرانی برای عده‌ای از مردم به طوری که شخص مطلقاً و تحت هیچ شرایطی با هواپیما سفر نکند و یا از سخنرانی در هر حال و به هر قیمتی اجتناب ورزد فوبیا و نتیجتاً بیماری تلقی می شود. فوبیا می تواند چنان عمیق در روان فرد ریشه دوانده باشد که نه تنها شخصیت او بلکه زندگی اجتماعی وی را نیز مختل کند. گوشه‌گیری مزمن که ریشه در جامعه هراسی دارد یکی از انواع خطرناک فوبیا می باشد، زیرا تنهایی و گوشه‌گیری و اجتناب از برخورد با جامعه و تنش‌های آن سرآغاز مبتلا شدن به انواع دیگری از فوبیا است. انواع فوبیا در سیستم دسته‌بندی ICD-10 که یک سیستم طبقه‌بندی تشخیص‌های پزشکی بوده و در سراسر جهان معتبر می‌باشد، سه فوبیای مهم چنین طبقه‌بندی شده‌اند. آگورافوبیا. این نوع ترس بیشتر در ارتباط با مکانی خاص، اجتماعی ویژه و یا جمعیت حاضر در جایی خاص و یا مسافرت و دور شدن از خانه بروز می کند. فوبیای اجتماعی. در این حالت شخص بیمار از مواجه شدن با یک موقعیت خاص اجتماعی که احتمال ایجاد یک خطر بالقوه در آن باشد پرهیز می کند. بیماران مبتلا به این نوع فوبیا از اینکه در مرکز توجه قرار بگیرند به شدت هراس دارند و از آن می گریزند و دائما نگران هستند که مبادا از آنها عملی نادرست سر بزند. فوبیاهای ویژه. انواع این فوبیا به شرح زیر می باشند: ترس از حیوانات، فوبیای ناشی از موقعیتی خاص مانند هراس از ارتفاع، پرواز، تونل و مانند آن، ترس از پدیده‌های طبیعی مانند رعد و برق، جنگل، دریا و غیره، ترس از دیدن خون و یا از عمل تزریق. آخرین دسته انواع فوبیای دیگر. ریشه این بیماری. علم روانشناسی در پاسخ به این سوال که علت فوبیا چیست در می ماند و هیچ گونه جوابی برای این موزل فراگیر ندارد. این در حالی است که برخی از پژوهشگران این رشته مسائل را به عنوان دلیل ایجاد بیماری ارائه می دهند که در واقع چیزی در حد حدس و گمان می باشد، از جمله تجربیات منفی دوران کودکی و یا انتقال ترس از شخصی به شخص دیگر. با این حال قسمت اول این مطلب، یعنی یافتن ریشه بیماری در حوادث کودکی، برخی اوقات صحیح می باشد و روانشناس یا روانکاو را در درمان آن بیماری یاری می دهد. با یک تحقیق عمیق‌تر در جهان علم روانشناسی به سهولت در می یابیم که تقریبا همه انواع ترس که شدت آن از حد معمول خارج باشد فوبیا قلمداد می شوند و در درمان آنها علاوه بر متدهای روان درمانی اکثر اوقات از داروهای ضد اضطراب استفاده می شود، حالان که این نوع داروها امکان ایجاد اعتیاد را بالقوه دارا می باشند و خود اثراتی مضاعف را بر روی روان ایجاد می نمایند. بیماری فوبیا از دید دانشگاه سیر کمال. اولان که باید دانست که هر نوع ترس فوبیا نیست، زیرا با یک بررسی عمیق در تعریف و تشریح انسان که روان او را نیز شامل می شود در می یابیم که وجود برخی از ترس ها در حد متعادل آن نه تنها مضر نمی باشند بلکه باعث ایجاد پروسه‌ای هستند که آمادگی فیزیکی و روانی
برای برخورد با پدیده ایجاد کننده آن ترس را در بر می‌گیرند. فرض کنید در یک کشتی نشستید و ناگهان متوجه می شوید که کشتی به آرامی در آب فرو می رود. در اینجا ایجاد ترس از غرق شدن و مرگ یک آلارم طبیعی محسوب می شود تا آمادگی برای رهایی از آن موقعیت ایجاد شود. اضطراب و دلشوره بی مورد. یکی از شایع‌ترین انواع فوبیا که از نوع کم خطر آن تا حادترین فرم آن شناسایی و ثبت شده است، ایجاد دلشوره و اضطراب است که از نوع طبیعی آن با آسانی قابل تفکیک است. اضطراب در حالت طبیعی دارای دلیل، علت و منشأ ایجاد معلوم و ثابتی می باشد و حتی خود شخص به سهولت آن را تشخیص می دهد. برای مثال، قبل از آنکه یک دانشجوی پزشکی وارد سالن امتحانات فیزیکوم شود، دچار دلهوره و اضطراب زیادی است. این خصیصه در برخی از این دانشجویان تا افت شدید فشار خون و بیهوشی موقت نیز بروز می کند. با این حال، هیچ روانشناسی این امر را فوبیا تشخیص نمی دهد، زیرا منشأ آن مشخص است و ضمناً زمان بروز آن نیز موقتی می باشد. نوع بسیار خطرناک این بیماری روانی که زندگی را بر مبتلایان به آن بسیار سخت می کند، دلشوره و استرابی می باشد که منشأ آن برای بیمار مبتلا معلوم نیست و ضمناً بروز آن تقریباً دائمی می باشد. تا جایی که خواب را از چشم او ربوده، برخی از این بیماران را به خودکشی وامی دارد. استفاده از مواد مخدر و الکل در حد نامعقول آن از دیگر عواقب ابتلا به این بیماری سخت می باشد. همانطور که گفته شد، علم روانشناسی دلیل اصلی و ریشه‌ای این بیماری را نمی شناسد و تنها با انواع تراپی های مختلف و تجویز دارو سعی در رفع این بیماری و یا حداقل تحت کنترل قرار دادن آن دارد. قبل از آن که این موضوع از دیدگاه دانشگاه سیر کمال ریشیابی شود، برای روشن شدن مطلب و درک خواننده این سطور لازم است به طور خلاصه به تشریح یک انسان از دیدگاه این دانشگاه پرداخته شود. ابعاد و ساختار وجودی انسان. از آنجا که از اولین شماره این فصلنامه طی مقالاتی دنباله‌دار تحت عنوان انسان از دیدگاه دانشگاه سیر کمال به تشریح این موجود پرداخته ایم، در اینجا فقط در حد اجمال ساختار وجودی یک انسان عنوان می شود. به طور کلی هر انسان از دو بُعد مادی و کوانتومی یا روحی تشکیل شده است. این دو بُعد جسم فیزیکی و خودیت حقیقی می باشند. یک خودیت حقیقی از ادغام یک روح ملکوتی که مستقیماً از مبدأ خلقت ایجاد شده است با یک روح بشری که منشأ آن سیاره زمین یا خاک است به وجود آمده است. در این ارتباط باید بیاد داشت که هم روح‌های ملکوتی با یکدیگر متفاوت می باشند و هم ارواح بشری با یکدیگر یکسان نیستند و از طرف دیگر اطلاعات سیستم کارمای انسان‌ها با یکدیگر یکسان نیست. از این رو خصوصیت‌های روان آنها نیز با یکدیگر همسان نمی باشد. تا این حد مربوط می شود به حساسیت‌های عادی روان که هر نوع ترس طبیعی را شامل می شود که باعث ایجاد پارالایز یا بلوکه شدن اعضای بدن نشود. یک بدن فیزیکی را می توان یک دستگاه مناسب در نظر گرفت که نقشه پایه‌ای و اولیه ولی تغییر پذیر آن به شکل کروموزوم از ابتدای خلقت اولین انسان‌ها بر روی زمین موجود بوده است. به این بحث در جای خود خواهیم پرداخت. کار روح بشری که مسیری بسیار طولانی و پیچیده از مرحله جمادی تا انتهای مرحله حیوانی را طی نموده، این است که از طریق کنترل کروموزوم‌ها جسم یک انسان را طی یک پروسه پیچیده ژنتیک شکل دهد. در اینجا موقتاً لازم است به این نکته اشاره شود، خلقت هر نوع روح فقط یک بار صورت می‌پذیرد. همه اشکال دیگر موجودات تولید و ایجاد می‌باشند و نه خلقت. یک جسم را می‌توان یک سامانه خارق‌العاده دانست که برای دریافت اطلاعات محیطی و پردازش آن در مغز به شکلی که قابل فهم برای روح بشری باشد و ارسال آن پیام‌ها برای آن روح طراحی شده است. با این وصف دستورات ما
مطابق با اطلاعات دریافت شده محیطی نه در مغز بلکه در روح بشری اتخاذ شده از همان راه به بدن فیزیکی ارسال می شوند. البته باید به یاد داشت که فعلا عمدن از بررسی تأثیرات روح ملکوتی بر این فرایند خودداری می شود، زیرا هر بدن فیزیکی برای ادامه حیات بیولوژیک خود تنها به روح بشری نیاز دارد و بدون روح ملکوتی نیز می تواند موجود باشد. بنابراین ترشح مقادیری آدرنالین و آزاد شدن بیش از حد معمول قند در خون و همه تغییرات از این دست در واقع معلول تصمیماتی می باشند که روح بشری گرفته است. با این حال آنچه گفته شد همه اتفاقاتی که در این فرایند به وقوع می پیوندند نیست، زیرا در این ارتباط سیستم مغناطیسی کارما نیز بر روند این تصمیمات روح بشری تأثیر می گذارد. در اینجا موقتاً تا زمانی که علوم تلفیقی استاد الهی ارائه شوند و طی آن روان مورد بررسی قرار گیرد، به طور سطحی می توان گفت روند ارسال پیام‌های محیطی به روح و دریافت دستورات روحی متناسب با آن پیام‌ها به وسیله جسم همراه با تأثیرات تعیین کننده دیگر در منطقه خاص روان هر انسان را تشکیل می دهد. یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در تشکیل روان روح ملکوتی می باشد. با همین مختصر توضیحات روبنایی می توان دریافت که سیستم کارما در ایجاد انواع ترس های فلش کننده غیر طبیعی دخیل می باشد. در تحقیقات هیپنوتیزم درمانی در روانشناسی پزشکان به دستاوردهای قابل تأملی در این راستا دست یافتند که مؤید آن است که فوبیای اشخاص مبتلا مربوط می شود به زندگی های گذشته آنها. در این فصلنامه طی مقالاتی به بازتاب چنین تحقیقاتی و نتایج ثبت شده دستاوردهای آن پرداخته ایم. دو عامل اصلی در ایجاد فوبیا. از دیدگاه دانشگاه سیر کمال، سیستم کارما و آموزش‌هایی که در برزخ به ارواح داده می‌شوند و مبتنی بر مشاهدات زندگی‌های گذشته نیز هستند، عوامل و اشکال اصلی ایجاد فوبیا به شرح زیر می‌باشند. فرم اول. برای مثال روح در برزخ و تحت کنترل کارمندان آن جهان مشاهده می‌کند که چگونه تا چه اندازه و تا چه مدت دیگران را در زندگی زمین خود تغییر کرده است. گذشته از آن که یک روح در برزخ دچار صفاتی چون پوست کلفی نمی باشد و چون از یک سو آنچه به انجام رسانده است را مشاهده می کند و از سوی دیگر در قالب روح مشتاق به یافتن اشتباهات و تصحیح خود می باشد، زشتی و نادرست بودن آن اعمال به شدت او را می آزارد و ضمناً این پروسه در بانک اطلاعاتی روحش ثبت می شود. در صورتی که انجام یک عمل نادرست تا یک درصد خاص، برای مثال 20% باشد، در زندگی زمینی آتی آن روح که حالا دارای یک بدن فیزیکی و یک شخصیت حقیقی می باشد از ارتکاب آن عمل اجتناب می کند. اما اگر فرضاً درصد آن خطا 40% باشد، با برخورد با موقعیت‌های مشابه دچار ترس می‌شود و اگر باز به عنوان یک مثال درجه خطا و غلظت ارتکاب با آن عمل در زندگی گذشته 60% و یا بیشتر باشد، فوبیا به وجود می‌آید. برای نمونه فردی که همه را مورد بی‌حرمتی و تحقیر قرار می‌داده است، دچار فوبیای انسان‌گریزی می‌شود، زیرا در قسمت روان خود مقداری از اطلاعات مربوط به آنچه انجام داده نشت می کند که با درهم آمیختن با افکت وجدان دائما به او این سیگنال مخابره می شود که هر دم ممکن است در معرض سرزنش و یا تحقیر از همان نوع که دیگران را دچار آن نموده است قرار گیرد. از این رو دچار آشفتگی روانی و ترس ناشی از آن شده، از روبرو شدن با اجتماعات مردمی به شدت پرهیز می کند. باید بیاد داشت که در این پروسه نیروهایی که برای عموم انسانها قابل رویت نمی باشند نیز ممکن است دخیل باشند، که این مورد نیز با داده های سیستم کارما در تطابق است. فرم دوم. گاهی اوقات ممکن است یک انسان در زندگی گذشته خود دچار لغزشی شدید شده و طی آن برای مثال مستعد ارتکاب قتل شده باشد.
اما در یک درگیری متقابل به جای آنکه او حریف را از بلندی به پایین پرتاب کند، خودش به زیر پرتاب شده و جان داده است. در این حال نیز طی روند یاد شده فوق، در زندگی کنونی در حد فوبیا از ارتفاع می ترسد. در این ارتباط حتی اگر شخص سهواً و بدون دخالت دیگری از بلندی پرت شده باشد، بر حسب نوع و شدت و ضعف حادثه دچار فوبیا می شود. برای مثال شخصی که در یک شب تاریک از روی عرشه کشتی در حال حرکت به درون دریا بیفتد، در آن لحظه انواع ترس‌های ممکنه از جمله سیاهی شب، بلعیده شدن توسط کوسه، قطع قطع شدن در میان موتور کشتی، خفگی در آب و مانند آن از طریق 5 حس ظاهری به روح ارسال شده در آنجا نقش می‌بندد و در زندگی بعد یک فوبیای بسیار قوی نسبت به دریا، کشتی، شب و یا حیوانات دریایی به وجود می‌آورد. فرم سوم. بر طبق همه آنچه فوقاً ارائه شد، حال می‌توان تا حدودی منشأ دلشوره و استراب را نیز بررسی نمود. از آنجا که ما بین یک خودیت واقعی و جسم فیزیکی فیلترهایی وجود دارند که از طرفی مانع از انتقال کامل اطلاعات سیستم کارما به درون روان می شوند و از طرف دیگر از نشت کردن اثرات اشکالات روانی به درون سیستم خودیت حقیقی جلوگیری می نمایند، این اطلاعات به کورتکس مغز نمی رسد و ما از آن بی خبر می مانیم. اما در رد و بدل شدن اطلاعات و دستورات از روح و به روح، چون سیستم کارما بر آن اثر دارد، اثرات برخی وقایع در روان نقش می‌بندد. برای مثال یک روح در جایی مثلا در برزخ مورد امتحان و یا پرسجو از مطلبی خاص قرار می‌گیرد. در این حال اثرات آن به شکل استراب بروز می‌کند. حالا اگر این مخمصه‌ای که روح بدان دچار شده است مربوط به زنجیره‌ای از اعمالی باشد که طی آن حقوق دیگران به شدت مورد خدشه واقع شده باشد، در این حال روح در برزخ به کرات و دفعات مورد پرسجو قرار می گیرد و این امری نیست که خوشایند روح باشد. در این حال اثرات این فرایند به صورت دلشوره و دلهوره در روان نمایان می شود. مدت و یا شدت این بیماری بستگی تام به شدت آن اعمال در زندگی گذشته دارد. نوع دیگر دلشوره و استراب مربوط می شود به حادثه ناخوشایندی که قرار است رخ دهد. درست به همان روشی که در مورد فوق تشریح شد، ما از آنچه قرار است رخ دهد با خبر نمی باشیم، اما اثراتی از آن همراه با اطلاعات جابجا شده ما بین روح و جسم در روان نقش می بندد و باعث آزار ما می شود. البته من شخصا این نوع استراب را فوبیا نمی دانم، زیرا مدت بروز این آزار روانی طولانی نیست، ولی ممکن است تا چند روز نیز دوام یابد یا لااقل تا زمان وقوع آن حادثه ادامه یابد. یک نوع دیگر فوبیا که بسیار آزاردهنده است و تقریبا تمام عمر بیمار را آزار می دهد، استراب ناشی از عقب ماندگی روحی می باشد. همانطور که در سطور پیش مورد بررسی قرار گرفت، روح پس از بازگشت از زمین به برزخ طی مراحلی به وضعیت سیر کمالی خود و همینطور زمان باقی مانده از موعد مقرر سیر کمال خود با خبر می شود. اگر روح زمان زیادی را از دست داده باشد و بر طبق برنامه سیر کمالی خود پیش نرفته باشد، در این صورت جزو ارواح قدیمی عقب مانده محسوب می شود. آگاهی از این امر در برزخ وی را به شدت نگران می کند، زیرا در آن محیط روح از اهمیت حرکت به سوی مبدأ خود مطلع می شود و آن را عمیقا درک می کند. این ندامت، پشیمانی و آزار خود ساخته که روح بدان دچار می شود، از چنان شدتی برخوردار است که اثرات آن پس از ورود مجدد به جهان خاکی در یک زندگی جدید و در روان جدید آن شخص دائما اکو می شود و آزار او را مهیا می سازد. برای مثال این قبیل افراد دائما فکر می کنند که کاری را نیمه تمام گذاشتند که باید انجام شود، ولی نمی دانند آن کار چیست. این نوع از استراب در مرحله اول خواب را از چشم این افراد برده و یا امکان یک خواب عمیق را غیر ممکن می سازد. درمان چنین فوبیایی تحت هیچ شرایطی در قدرت و دانش علم روانشناسی و یا روانکاوی و روانپزشکی نمی باشد.
تا آنجا که تحقیقات و پژوهش‌های من اجازه اظهار نظر در این مورد را می‌دهد، تنها یک درمان برای این افراد وجود دارد و آن اینکه لازم است این افراد خود را مستمراً وقف معنویت و اعمال نیک با نیت نزدیک شدن به مبدأ خلقت نمایند. در این حال در زمانی مناسب کمک‌های خدا معادله را به نفع آن شخص تغییر خواهد داد. این افراد می توانند امر خوددرمانی را با مطالعه کتب معنوی، برای مثال دیوان اشعار عرفای راستینی چون حافظ و متونی از این دست آغاز نمایند و با انجام کارهای نیک کوچک و ساده رابطه متزلزل خود با مبدأ خلقت را احیا نمایند و در این وضعیت باید با او مانند یک دوست گفتگو نمایند. در این راستا لازم است از مطالعه متونی که ترس از خدا را تبلیغ می کنند جدن پرهیز شود، زیرا اثر آنها بر روی روان بسیار منفی بوده، مانند سم مهلک می باشند. نتیجه کلی در اینجا از بحث قبض روحی اجتناب شد، گرچه برخی از اظهارات آن حتی شدیدتر از فوبیا می باشد. این مورد بیشتر مربوط به دانشجویان و سالکینی می باشد که در راه شناخت حقیقت در مسیر سیر کمال قدم بر می دارند. این اثرات مستقیماً با سیر کمال این افراد در رابطه است. آنچه به طور کاملاً سطحی و مختصر بیان شد در مقالات آتی به شکل علمی و عمیق‌تر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و ضمناً نقش سیستم کارما و عوامل دیگر در ایجاد منطقه روان مورد تدقیق علمی قرار خواهد گرفت. در این مقاله هدف تنها ارائه این بحث قابل اثبات می باشد که سرنوشت انسان از جمله ابتلا به انواع بیماری ها معلول اعمال خود انسان در زندگی های پیشین می باشد و محل حافظه دائم نه در مغز بلکه در روح است. در انتها لازم به تذکر این امر می باشد افرادی که مبتلا به این نوع بیماری ها می باشند می توانند با درخواست از مبدأ خلقت که همیشه و در هر حالی با هر انسانی به طور مستقل در ارتباط است، جهت کاهش و یا از بین بردن بیماری خود قدمی بسیار مؤثر بردارند. در هر صورت حل کامل مشکل ممکن است کمی زمان بر باشد، زیرا در صورتی که حقوق دیگران پایمال شده باشد وضعیت کمی پیچیده است، اما در هر حال عموماً قابل درمان می باشد. توضیح لغات متن. استاد الهی در یکی از گفتارهای آموزشی خود دقیقاً از این اصطلاح، یعنی اصطلاح پوست کلفتی، برای افرادی که در زمین دست از شرارت بر نداشته و هیچ نصیحتی بر آنها تأثیر نمی کند و مسیر خود را تغییر نمی دهند استفاده نمودند. تراپی به مفهوم درمان معالجه و پارالایز یا پارالایزیس به مفهوم فلج یا فلج کردن می باشد. تحقیق و پژوهش فرامرز تابش. منابع رجوع شود به بخش منابع و مستندات.
Thank you.